به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: تازه خوشحال سادات، افغانستان دیگر جای مافیا و لندغرها نیست. قیصری را در ظرف یک ساعت دست بسته به کابل می آورم. دوستان عزیز، قابل ذکر است خبر خدمت شما تقدیم شد، نقل شده از فیسبوک رسمی مسلم شیرزاد بود و تیم کاری کانال و جنرال انفو در این مورد کدام نظری ندارد. واکنش ها در برابر تلاش حکومت برای بازداشت نظام الدین قیصری. حکومت قیصری را مجرم متکرر می داند، اما هوادارانش برخورد حکومت را با وی سیاسی و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری می گویند. نظام الدین قیصری، فرمانده پلیس پیشین قیصار فاریاب و فرمانده نیروهای خیزش های مردمی در این ولایت، در 11 ماه سرطان پارسال از سوی نیروهای ویژه در قلوردوی 209 شاهین پس از یک درگیری با این نیروها به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت شد و با 20 تن از همکارانش به کابل آورده شد. حکومت چرا نظام الدین قیصری را بازداشت کرده بود و سپس چرا از بندرها ساخت و سرانجام چرا حکومت دوباره عملیات بزرگی را برای گرفتاری نظام الدین قیصری را اندازی کرد؟ حکومت قیصری را مجرم متکرر می داند، اما هوادارانش برخورد حکومت را با وی سیاسی و مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری می گویند. پس از بازداشت نظام الدین قیصری، هواداران او و جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور 19 روز تظاهرات را در شماری از ولایت ها مانند بلخ، فاریاب، بغلان و کابل را اندازی کردند و خواهان رهایی قیصری شدند. لوی سارن والی پس از 6 ماه اعلام کرد که نظام الدین قیصری به هدایت امنیت ملی رها شده است، اما زیر نظارت است. اکنون اعضای مجلس نمایندگان بازداشت و رهایی و نیست را اندازی یک عملیات گسترده برای گرفتاری نظام الدین قیصری را از سوی حکومت پرسش برانگیز می دانند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت: اگر این فرد واقعا غیر مسئول است و جرم دارد، باید از راه های قانونی باید اجاعت می شد، یا کسی دیگری که به نام اختر لچک در آنجا غیر مسئول است و روز روشن پول صرافها را می برد، آنجا قانون دوگانه تدویق می شود. حمیدالله بیک مجلس نمایندگان گفت: در کابل ببینید کسانی که مافیایی هستند که زمین های مردم را غصب کردند، مافیای زمین هستند، مافیای ترور هستند، مافیای مواد مخدر هستند، چرا دولت در مقابل آنها خاموش است؟ نظام الدین قیصری نماینده ویژه جنرال دوستم در فاریاب بود، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری رابطهش با آقای دوستم قطع شد. جنبش ملی حکومت را به برخورد سیاسی در برابر نظام الدین قیصری متهم می سازد. بشیر احمد تعین سخنگوی جنبش ملی گفت: بارها از نظام الدین قیصری همچون کارت سیاسی در برابر دوستم در برابر رهبری جنبش استفاده کردند. نظام الدین قیصری پس از رهایی در خانه جنرال دوستم از رئیس جمهور و از آقای دوستم از بحر رهاییش سپاسگزاری کرد، اما پس از آن در مخالفت با جنرال دوستم برآمد. وی در یک گفتگو با تلونیوز اعلام کرد که کسانی از دسته اشرف غنی از وی خواستند تا در انتخابات ریاست جمهوری با دسته انتخاباتی آقای غنی بپیوندد. نظام الدین قیصری در انتخابات در کنار رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایستاد. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه گفت: برخورد در قضیه آقای قیصری از آغاز سیاسی بوده، در آخر هم او را از مهمانخانه امنیت ملی رها کردند، مصالحه ساختند، برایش پول دادند و به عنوان بدیل و یک گزینه در برابر معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم مطرح ساختند. نظام الدین قیصری در حدود 51 ساله است و در ولسوالی قیصار فاریاب به جهان آمده است. او نخست به باغداری و بازرگانی مشغول بود،
اما هنگامی که در سال 1390 ایجی خورشیدی تشکیلات پلیس محلی ایجاد شد و همچون معاون پلیس محلی آغاز به کار کرد و فرماندهی نیروهای خیزش مردمی را به عهده داشت. پلیس بلخ قیصاری با 150 فرد مسلح با نیروهای امنیتی می جنگد. این درگیری ها چند شب به زمان آغاز شد که نیروهای دولتی می خواستن نظام الدین قیصاری را بازداشت کنند. اما نگهبانان او بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. فرمانده پلیس بلخ میگوید که نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب با 150 مرد مسلح در برابر نیروهای دولتی در ناحیه پنجم شهر مزار شریف می جنگد. جنرال محمد اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ می افزاید که نبرد میان نیروهای دولتی و نظام الدین قیصاری چند شب پیش زمان آغاز شد که پلیس میخواست نظام الدین قیصاری را بازداشت کند. وی میافزاید که حکم بازداشت نظام الدین قیصاری را پس از آن دریافت کرده است که باشندگان بلخ از زورگویی ها و بی‌نظمی های مردان مسلح مربوط به قیصاری شکایت کردند. نظر به راپوری که به ما آمده تقریبا 150 تا 200 فرد مسلح غیر مسئول دارد که اکثریت پرسنل آنها کسانی هستند که از حبس رها شدند یا از اعدام خلاص شدن و یا قاچاقبر هستند و قاتلین هستند. هیچ آدمی خوبی در بین آنها نیست. عارف موسوی خبرنگار طلوع نیوز از مزار شریف میگوید که درگیری های پراگنده تا دوی پس از چاشت آن روز میان نیروهای دولتی و نگهبانان نظام الدین قیصاری ادامه داشت. این درگیری ها باشندگان شهر مزار شریف را نیز نگران ساخته بود. بشیر مندوزای باشنده مزار شریف گفت یک شب واقعا وحشتناک بود. اطفال میپرسند که چه گپ است و ما برای آنها بهانه میآوریم که در بازی فوتبال برنده شدیم و در بازی کرکت برنده شدیم. اگر مردم را پیش از این رویداد در جریان میگذاشتند ما اطفال را در جای مناسب انتقال میدادیم که نترسند. در این درگیری ها شماری از منزل های مسکونی نیز آسیب دیده بود. نجیب الله یک تن از باشندگان محل است که میگوید خانه‌اش در نزدیکی قرارگاه نظام الدین قیصاری قرار داشت و در این درگیری ها خانه‌اش ویران شده. سه منزل خانه هم تخریب شده. نیروهای امنیتی 6 بجه آمدند و ما را از خانه کشیدند و هنوز هم در آنجا به ما اجازه ندادند. نظام الدین قیصاری پس از آن که از بند امنیت ملی رها شد و به مزار شریف آمد و به غصب زمین و زورگویی ها در این شهر متهم شده بود. تأکید دکتر عبدالله عبدالله بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی. رئیس اجرای افغانستان در ملاقات با رئیس کمیته قضایی امریکا بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی تأکید کرده و خواهان ابطال آرای تقلبی شد. به نقل از کلید، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان شام دوشنبه 29 قوس با لنسی گراهم رئیس کمیته قضایی امریکا در قصر سپیدار ملاقات کرد. در این دیدار دکتر عبدالله عبدالله با اشاره به موضوع دستگیری نظام الدین قیصاری ضمن تاکید به بی‌طرفی قوای مسلح در مسائل کشور اظهار داشت که نباید از نیروهای مسلح و قوای هوایی برای منافع شخصی و یا سیاسی در داخل شهرها برای حمله بر افراد استفاده شود. وی همچنین راجع به مسائل مختلف انتخابات افغانستان نیز تاکید کرده گفت باید اصل شفافیت و حذف شدن آرای تقلبی به صورت جدی در نظر گرفته شود. رئیس اجرایی کشور همچنان خواستار کاهش خشونت قبل از توافق صلح میان آمریکا و طالبان و شرط آغاز مذاکرات همشمول بین الافغانی بعد از امضای توافق شد. از جانب هم سناتم گراهم اظهار داشت امیدواریم که نتایج شفاف و قابل اعتبار انتخابات را داشته باشیم. وای علاوه کرد که کشورش در برقراری صلح و ثبات و سرکوب دهشت افغانی در افغانستان متحد است و به همکاری های خود در این راستا ادامه می دهد. گراهم ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین الافغانی با کم شدن خشونت و امضای توافق میان امریکا و طالبان آغاز گردد. این در حالی است که دور تازه مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر بعد از چند روز متوقف شده و تا حال شروع نشده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهبود شدن محتویات بعد این کانال می باشیم. لطفا نظریات نیک و مثبتتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برایتان ویدیوهای خوبتر و بیشتر را آماده نماییم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.